یعنی شروع بکنن به اینکه خودشون فکر بکنن و این نکته بسیار مهمی هستش. یک روشن فکر در کاری که انجام میده افکار خودش رو ارائه میده، فکر ارائه میده، اما یک روشنگر فکر کردن رو یاد میده و بین این دو تفاوت ماهوی وجود داره. یک زمان هست من میام اینجا میشینم و شروع میکنم بر اساس نظرات خودم، تفسیرهایی که دارم، دیدگاهام، به طور کلی تولیدات فکری که خاص من هستش، میام اینا رو ارائه میدم، حالا یا به صورت گفتار یا نوشتار، کتاب، مقاله، سخنرانی و غیره. اما یه موقع هستش که میام دست به یه کاری میزنم تا مخاطبین من، هر که باشن، کارگر، معلم، دانش آموز، دانشجو و غیره، بتونن انگیزه پیدا بکنن و توانایی پیدا بکنن برای اینکه توسط خودشون بیاندیشن. یعنی در واقع به جای ارائه اندیشه، روش‌های اندیشه ورزی رو ارائه میدن. و این یک تفاوت داره. تفاوتش در این هستش که بر اساس اون ضرب المثل چینی، روشنفکر به شما میتونه ماهی بده، ولی روشنگر به شما ماهیگیری یاد میده تا برید یک عمر از طریق اون چیزی که یاد گرفتید ارتزاق بکنید. روشنفکر شما رو وابسته به خود بار میاره که تحلیل های منو جستجو بکنید، حرف های منو جستجو بکنید، ببینید من راجع به موضوع چی میگم، کارهای من رو بخونید. ولی روشنگر به جای وابسته سازی، مستقل سازی به وجود میاره، فرد رو میخواد مستقل بار بیاره. به عبارت دیگه به دنبال خودکفایی فکری فرد هستش، نه به دنبال وابسته سازی. و هموطنان عزیز، یک لحظه فکر بکنیم ببینیم در این همه افرادی که دارن کار میکنن، دارن حرف میزنن، مینویسن، سخنرانی میکنن، در رادیو تلویزیون ها، در مطبوعات و غیره، پیدا بکنیم ببینیم چه کسانی هستن که نشستن و به صورت روزمره، هفتگی، ماهانه مسائل رو تجزیه تحلیل میکنن و به شما ارائه میدن و میگن که اینه حرف درست، اینه نظر درست، اینه اون چیزی که باید شما پیروی بکنید، اون اون چیزی که باید بهش باور داشته باشید. و چند درصد از روشنفکران ما هستن که کار روشنگری میکنن، یعنی میان و سعی میکنن اون نوع از مطالبی رو به شما ارائه بدن که به واسطه اون شما موفق میشید نیازتون به دیگری برای درک مسائل، برای فهم مسائل، برای یافتن راه حل برای مسائل رو برطرف بکنید و تبدیل بشید به یک موجود خودمختار، به یک موجود مستقل، به یک موجود خودکفا که خودش فکر میکنه، خودش میاندیشه، خودش تصمیم میگیره در مورد اینکه میخواد این کار رو بکنه یا نه، خودش تشخیص میده که این حرف درسته یا نه. و خواهیم دید در برنامه های بعد که این موضوع رو باز خواهیم کرد، خواهیم دید که هر کدوم از این دو روش دو گونه انسان به وجود میاره. اجازه بدید یک نقل قولی رو از کانت در این مقاله معروف روشنفکریش بخونم تا متوجه بشیم که چقدر تفاوت هست بین رفتن به سمت وابسته سازی انسان ها، وابسته بار آوردن اونها و یا دادن استقلال به اونها، فراهم کردن شرایطی که بتونن خودکفایی فکری داشته باشن. کانت میگه قیم ها، کسانی که میخوان قیم مردم باشن، پس از آن که گاوان خود را آرام کردند و مطمئن شدند که این زبانبسته های مطیع و سربراه بدون اینکه یوغی برگردن داشته باشند آنان را دنبال میکنند، از این پس از آنها دست بر می‌دارن، یعنی راحتشون می‌ذارن چون وابستهشون کردن، میدونن که در واقع کار خودشون رو کردن. دقت داشته باشین، صحبت بر سر این استش که این کسانی که به عنوان آخوند، به عنوان روحانی، به اصطلاح روحانی، کسانی که به عنوان روشنفکر میان و وابسته بار میارن، یک بار که شما رو به خودشون وابسته کردن، به دستگاه فکریشون، به اندیشه هاشون، به باورهاشون معتادتون کردن، راحتتون میذارن، برای اینکه میدونن دیگه نیازی به این نیستش که بالا سرتون باشن، خودتون دنبالشون میکنید. پس ببینید چقدر تفاوت هست
بین اون نگرشی که بیاد ساعتها و ساعتها روزها کلاس درس بذاره، سمینار بذاره، برنامه تلویزیونی بذاره، مقاله بنویسه، کتاب بنویسه و غیره، برای اینکه بگه که من میفهمم، من درک میکنم و شما باید منو دنبال بکنید، و اون کسی که میادش میگه روش تفکر این هست، راه تفکر این هستش، حالا یاد بگیرید اینو ببرید به کار بگیرید، آنچه که میخواهید رو درک بکنید، آنگونه که میخواهید درک بکنید، ولی خودتون باشید، با اتکای به خودتون فکر بکنید. در مسائل شخصی، در مسائل اجتماعی، تشخیص خودتون باشه، نه تشخیص دیگری. یک نفر بالا سر کانت میگه یه نفری باشه مثل روحانی، کشیش، که به من بگه برای اون دنیام چیکار بکنم، یک نفری باشه مثل طبیب، پزشک، که به من بگه برای این دنیام چگونه غذا بخورم، خلاصه برای هر کاریم یکی باشه. برای چی؟ فقط میگه برای اینکه من فکر نکنم، برای اینکه این کار دشوار فکر کردن رو من انجام ندم و صرفا برم به سمت اینکه من از لذت‌های زندگی استفاده بکنم، به عنوان یک شبه انسان واسه خودم بلولم و مطمئن باشم که یه عده‌ای هستن که برای من فکر میکنن و تشخیص درست رو میدن و فقط من باید این تشخیص رو دنبال بکنم. پس تصور بکنید اون چه که تلاش ما خواهیم کرد در این برنامه ترویج بکنیم، رواج بدیم، بحث روشنفکری نیستش، چون از این بحثا خیلی زیاده، بلکه برعکس کار روشنگری است. به همین دلیله که من دعوت میکنم از شما هموطنان عزیز، اگر علاقمند هستید به این موضوع، این برنامه رو دنبال بکنید تا گام به گام بتونیم با ارتباط با همدیگه، امیدوار هستم واقعا نظرات شما رو من داشته باشم در مورد اینکه کدوم یک از این دوتا در شرایط کنونی لازم هستش، کار روشنفکری لازمه یا کار روشنگری لازمه، چشمنداز هر کدوم از اینها چه هستش، و اینکه بنا به اینکه کدوم یک از اینها رو ما انتخاب میکنیم به عنوان کار اصلیمون، به عنوان یک روشنفکر یا به عنوان یک روشنگر، آینده این جامعه چه خواهد بود. و دقت داشته باشید، همونطوری که در ابتدای برنامه گفتم، زمانی که جمهوری اسلامی میادش اعلان جنگ میکنه به علوم انسانی، فقط و فقط با این هدف هست که شما رو از امکان دستیابی به مرحله روشنگری محروم بکنه. چرا؟ چون علوم انسانی به شما مدل یاد میده، الگو یاد میده، روش یاد میده، و ما در مورد این روش ها اینجا صحبت خواهیم کرد، ولی زمانی که شما این روش رو به دست بیارید، روش به کار گرفتن خرد خودتون رو به دست بیارید، میتونید از اون برای تمامی موارد استفاده بکنید، میتونید تشخیص بدید که آیا من انسان با این پیچیدگی مغزی باید به این استدلال ساده در کلاس معارف اسلامی، به طور مثال در دانشگاه یک کشور، بسنده بکنم که در کتاب معارف نوشته شده باشه که به واسطه این که من میرم دستم رو با صابون میشورم و بعد با آب شستم، ولی همچنان دست من بوی صابون میده، من صابونو که نمیبینم ولی بوش رو احساس میکنم، پس اگر یک چیزی رو نمیبینم ولی احساسش میکنم، میبینم هست، خدا هم میتونه این گونه باشه، خدا رو که نمیبینم ولی مثل اون صابونه میبونه، باید باور بکنم که وجود داره. یعنی استدلالی تا این حد بچگانه، کودکانه، باید تبدیل بشه به مبنای این که من به وجود یک موجودی باور بیارم که تمام زندگیم رو تحت شعاع قرار خواهد داد، تمام انتخابهای من رو، تمام رفتار من رو، زندگی من رو، دیدگاه من رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. از وجود دوچرخه پی به دوچرخه ساز میبریم و مسائل بسیار ابتدایی از این دست. میدونید چرا؟ برای اینکه علوم انسانی دقیقا میادش، یا علوم، علم به طور مشخص میاد و این رو زیر سوال میبره و به شما نشون میده که اگر دستتون رو بذارید زیر میکروسکوپ، ذراتی از اون صابون رو که به جا مونده و اون بو ناشی از اون هستش خواهید دید، به همین سادگی. و یکی از استدلالهای دستگاه حوزه علمیه جمهوری اسلامی دود میشه و میره هوا. پس دقت داشته باشیم، اگر اینها با علم دشمنی میکنن، فقط به خاطر این هستش که میخوان طرز تفکری رو جا بیندازن که این طرز تفکر شما رو از واقعیت جدا میکنه و میبرتون به یک عالم ذهنی، به یک دنیای ذهنی که در اون دنیا
میبایست بپردازید به مسائلی که چون ارتباطی با واقعیت ندارن همیشه نتایج منفی خواهند داد. و برای اینکه بتونه این نتیجه منفی رو که دائم برای انسان احساس سرخوردگی، ناکامی و غیره میاره در شما جا بندازه و نشون بده که مسئله مهمی نیست، مخدرهای دیگری رو در کنارش قرار میده. مخدر